شنیدید، حتما شما هم شنیدید که ما دو تا بحث بیشتر راجع به عادت نداریم. یکی این که میگن ترک عادت موجب مرض است و دوم این که میگن عادت میکنی سختش همون یه هفته اول نهایت، یا دیگه خیلی بخواد طول بکشه و واقعا چیز سختی باشه یک ماه اول. حالا گوشه چرا اینا رو گفتن میگه؟ گوش کنیم. سلام خانم، صحبتتون بخیر. گزارشگر ترک جوان رادیو هستم. خب گوشی الان دست دود داشتی هماهنگ میکردی و قاعدتا قرار داری الان اینجا هستی. خب چرا پیامک نزدی و بهش نگفتی که مثلا دیر کردی؟ خب گفتم تلفن سریعتره با تلفن. چقدر استفاده میکنی از اسمس یا همون پیامک؟ خیلی استفاده نمیکنم، کم استفاده. تلفنم هم کمه. خیلی خبر نداری که الان قطعه یا وصله؟ نه چرا قطعه میکنم. پس چرا گفتی که خب تلفن یکی دوتا رو میدم؟ نه چی قطعه پس؟ روزی یکی دوتا تو زمانی هم که قطعه میدی دیگه؟ نه نه دیگه، روزی یکی دوتا رو میدم، میفهمم مثلا قطعه یا نه. آها پس پیگیر هستی. نه تو عادت کردی به این که قطعه اسمس ها، یا این که این ترک عادته که حالا مثلا روزانه بخوای اسمس بزنی به دوستات حالش نو پرسی اینه موجب مرض شده در اتباه تا بستی تو سریع خورشان میدم. پس منتظری؟ آره منتظرم. یعنی یه جورایی این ترک عادت موجب مرض شده؟ نه والا نوع مرضش خودت بگو، مثلا چه خلایی الان احساس میکنی وقتی بخواست اون مخید عادت نرسه منو نیستی؟ من که گفت که هر روز با دو ست پیامک تست میکنم. من نمیدادم، بعضی خیلی زیاد میدم، من 20 تومن هستم بوده اسمستشون میاد. من چون از درست هستم میدم؟ شما؟ مدرکتون بده. من دلیل نمیدونم الان بخوام به شما مدرک نشون بدم. شما بگید پلیس بده. مدرکتون نشون بده. من بعد بدونم شما کی هستید یا نه. شما باید بدونم کی هستید مصاحبه کنید. لزومی ندارم من بخوام بگم من کی هستم. من اول کارت شما رو ببینم. شما کارت چیه؟ یه کارت معتبر از یه جایی باید باشه. خب ببینم مدرک شما. من هیچ کی الان هم نمیخوام به شما. کجا بریم؟ کجا؟ یه من میتونم بپرسم که یه سرهنگ چرا باید اینطوری صحبت بکنه؟ من نمیشنم، همکارا منتظر هستم. من هیچی هم نیست. ماجرا خیلی قشنگه، شما فقط یه صحبت ساده بهش انجام میدید، میشه یه برخورد خیلی بد انجام. من چیزی الان همراهم نیست. من باید مصاحبه میکنم. بعد تو خونم نزدیک بود، بعد این تلفن همراه شخصی منه، به دلیل نداره من بخوام بدم. من که خیلی خوب دارم صحبت میکنم، هر کم دارید من گوشی و تحویل کسی نمیدم تا برم سمت ماشین سازمان. من گوشی و تحویل کسی نمیدم تا برم سمت ماشین سازمان. من برکتون رو من بده برم سمت ماشین اونجا رو پارک ماشین سازمان. اون مدرکی باید داشته باشی. خب چی فهم که ماشینه؟ اوه ماشین کن تلفون من که دارم شما میدم. من تلفن راننده رو ندارم، باید برم سمت. عجب ماجرای عجیبیه، چرا یه سرهنگ باید اینقدر تلخ و بد اول صبح برخورد کنه؟ الو سایه پشتر من دارم میان و فکر میکنن که من دارم دروغ میگم. خان جوادی منش سلام علیکم. خان جوادی منش الو، این تنها کارتیه که من از سازمان دارم. بابا چطور ممکنه شما کاری از سازمان کنید؟ خب دیگه حالا روالش اینطوریه. آدم هستی که دوست بس چرا سرهنگ سپاه باید ببینه که مثلا چه اتفاقی داره میفته؟ آ سرهنگ سپاه مسئول امنیتیه؟ خب یه بارم نشون بدید. به من که درست نشون ندید. به من کار بتونه درست نشون ندید. من دژبان کاری ندارم، شما منو داری میگید. درسته؟ اینم کارش شما بود. باز اون کارت گواهی چی بود؟ کارت ترنده بود. مال سازمان هست یا نه؟ من که خودم کاری ندارم. دو تا رو به من مصادره نشه. باشه. دو وقت نمیارید. شما وقت تو خیابون نمیارید. سالهاست بدون خوش دارم کار میکنم. شما رو ماشین آقا برای چی میخواید یادداشت بکنید؟ چرا من تو یه سال از شما پرسیدم؟ چرا عصبی آخه؟ ما چه هیچ مشکلی نداشتیم، شما چرا انقدر بد داری برخورد میکنید؟ شما ندارید مدارکی، من مدارک اونم ندارم. خیر انشالله. فقط من اسم و فامیل شما رو بدونم؟ جناب سرهنگ آقای محترم، من که گفتم نیست. خب اگر از توجه جوان برنامه جوان ایرانی سلام پخش شد ناراحت نشید. واقعا بعضی وقتا آدم میمونه از نوع برخورد آدم هایی که سمت دارن، مقام دارن.